آغاز پیدایش، پیدایش هستی، مهبانگ، نقطه شروع. آیا به راستی مهبانگ یک حقیقت است؟ یک آزمایش در پی پاسخ به این سوال است، بزرگترین سوال بشریت. این سوال در سازمان پژوهش‌های هسته‌ای اروپا سرن مورد بررسی است. ماشین قیامت. شهر ژنو، سوئیس. اینجا مرکز بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذرات در جهان است. اینجا پرچم کشورهایی برافراشته شده که بیش از نیم قرن در فعالیت تخصصی این مرکز شرکت داشتند. در سال 2004 جشن پنجمین سالروز تأسیس سرن با شکوه تمام برگزار شد. زمین های کشاورزی سبز و آرام در ژنو. هیچ گونه بازتابی از هیاهو و فعالیت های بیوقفه وجود ندارد. اما در زیر این زمین های زیبا آرامش معنایی ندارد. مکانی مرموز. در غرب ژنو ساختمان اصلی سرن روی سطح زمین ساخته شده است. صدها دانشمند، مهندس و دانشجو از 20 کشور اروپایی عضو سرن به این محل می آیند. البته بازدید کنندگانی از سراسر دنیا به اینجا آمده و اطلاعات و نظرات خود را با دیگران مورد گفتگو قرار می دهند. بسیاری مواقع تا نیمه های شب. اما این مرکز چگونه به وجود آمد؟ 29 سپتامبر 1954 دانشمندانی از سراسر اروپا به ژنو آمده و در یک نشست شرکت کردند. نشستی که اعضای آن برجسته ترین فیزیکدانان بودند. آنها تمامی اعتبار و دانش خود را به کار گرفتند تا یک آزمایشگاه بزرگ فیزیک هسته‌ای به وجود بیاورند. آنها معتقد بودند که موفقیت در این زمینه یک رنسانس علمی در اروپا خواهد بود. نیلز بور، دانشمند معروف دانمارک، سر جورج تامسون از انگلستان، دکتر برنارد هایزنبرگ از آلمان و دانشمندان بزرگ دیگری از دیگر کشورهای اروپا. همچنین رئیس انرژی اتمی فرانسه فرانسیس پران نیز در این نشست شرکت داشت. آنها یک مأموریت داشتند، پیدا کردن آن ماده نهایی که جهان ما را تشکیل داد. در کنار این هدف علمی، یک هدف اخلاقی هم دنبال می‌شد. نزدیکی کشورهای اروپا که به تازگی از جنگی خانمانسوز با یکدیگر دست برداشته بودند، جنگ جهانی دوم. همچنین کشورهای اروپایی امید داشتند که کلان برنامه سرن از رفتن دانشمندان اروپایی به قاره‌های دیگر جلوگیری کند و به آنها امید دهد اکنون که جنگ پایان یافته آنها می توانند گام‌های جدی در مسیر تحقیقات خود بردارند. سنگ بنای کلان برنامه سرن به دست فلیکس بلوک نهاده شد. این دانشمند برنده جایزه نوبل فیزیک بود. شاید آن موقع کسی درست نمی‌دانست که آن روز نقطه عطفی در پهنه دانش بشری است. در نیمه دهه 1950 اهالی روستاهای اطراف تازه متوجه گستردگی و بزرگی کاری که قرار بود صورت بگیرد شدند. اولین قسمت کار یعنی جابجایی وسایل شروع شد. این کار دیگر جزئی از زندگی اهالی محل شده بود. در سال 1959 یکی از مهمترین گام‌های این کلان برنامه برداشته شد. هرچند پیشرفت برای نفوذ به داخل قسمت‌های ناشناخته هسته کار سختی است، اما این مرکز قرار بود به آن پاسخ دهد. به این منظور دستگاه پروتون سینکروترون آماده شد. این یک لحظه تاریخی بود.
روشن شدن بزرگترین دستگاه شکافنده هسته اتم. رئیس سرن به شکلی نمادین راه اندازی آن را اعلام کرد. روشن شدن یک چراغ نشانه فعال شدن این دستگاه بود. بردن توان بیشتر و وسایل دقیق تر می شود رخدادهای زودگذر و ناپایدار را مطالعه و مورد موشکافی کارشناسی قرار داد. این دستگاه در همین راستا کار می کرد. میزان زیادی از ذرات اولیه گوناگون بارز شد. دهه های 1960، 70 و 80 میلادی شاهد پیشرفت بسیار زیادی در ابعاد و کاراتر شدن دستگاه ها گردید. این پیشرفت به نوبه خود خلاقیت هرچه بیشتر افراد و تکامل فناوری را همراه داشت. در سال 1973 یک کشف مهم نشان داد که از چهار نیروی اصلی طبیعت، یعنی نیروی قوی، نیروی ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی جاذبه، دو نیروی ضعیف و الکترومغناطیس در ابتدا یک نیرو بودند. اکنون این دو نیرو به نام نیروی الکتروی ضعیف شناخته می شوند. در سال 1983 دانشمندان زیادی در سالن اصلی سخنرانی سرن گرد هم آمدند. در این نشست یکی از دانشمندان به نام کارلو روبیا اعلام کرد کارایی نیروی ضعیف را کشف کرده است. او به خاطر این کشف برنده جایزه نوبل فیزیک شد، بزرگترین کلان برنامه ساختمانسازی در اروپا. این رکوردی بود که سرن از خود به جای گذاشت. بدون لحظه توقف ساختمانسازی این مرکز پژوهشی ادامه داشت. سال 1995 یکی دیگر از دستگاه‌های بزرگ سرن شروع به کار کرد، تصادف دهنده بزرگ الکترون پوزیترون. این تصادف دهنده که به طور مخفف LHC نامیده می شود در عمقی بیش از 100 متر زیر زمین قرار داشت، با یک دالان دایره‌ای به طول 27 کیلومتر که از سوئیس تا فرانسه گسترش یافته بود. علی‌رغم گسترده ده‌ها کیلومتر آزمایشگاه، اما وسایل آن باید با دقت 0.1 میلیمتر ساخته می‌شدند. حساسیت دستگاه آنقدر بالا بود که حتی باید حرکات بسیار جزئی ناشی از جذرمد که با عبور ماه از بالای این منطقه به وجود می‌آمد در نظر گرفته می‌شد. اما همه اینها برای چه بود؟ پیدا کردن راز پیدایش جهان، رسیدن به نقطه آغازین، بازسازی مهبان.